برگشتیم در ادامه برنامه بخش حال شما هست. دکتر مژگان نزهت مهمان ما هستن. شما اگر سوالی دارین امروز در رابطه با کیست ها صحبت می داشته باشیم، ما منتظر تماس ها و سوالات شما هستیم. دکتر صاحب مژگان نزهت، متخصص نسایی ولادی و جراحی نسایی ولادی مهمان ما هستن. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام مجدد بر شما و کارمندان تلویزیون طلوع، خوش باشید. خوش آمدید دکتر صاحب، سلامت باشین. دکتر صاحب، پیش مردم ما و شما باورهای متفاوت وجود دارد در رابطه با کیست ها، سیست ها و شاید انواع و اقسام مشکلات دیگه که به همین اسم مشابه هست و مردم فکر میکنن تمامش یک چیز است. آیا همطور است دکتر صاحب و انواع مختلف ازی و یا نام های دیگه را که پیش مردم است و شما خوبتر میدانین بر ما اگر بگین دکتر صاحب بسیار عالی خواهد شد. خود سیست انواع مختلف داره. کیست و سیست فرق داره دکتر؟ کیست در اصطلاح هم مردم هم کیست میگن. خب تلفظ بعض انگلیسی کس فرق میکنه، کسی کیست میگه، کسی سیست میگه. خب چیزی که ما خواندیم سیست خواندیم، اما یک چیزه، فقط تلفظش مردم فقط تلفظ فرق میکنه. خود سیست ها انواع مختلف داره که یک نوع زیر به نام فیزیولوژیکال سیست میگه که تقریبا نزد تمام خانم ها میباشه و این نرمال است. خود تخمدان ها ماهانه یک مقدار از تخمه را افراز میکنن که یکی از تخمه پیشرفت میکنه تا حدود 2.5 سانتی متر یا 27 میلی متر این نمو میکنه. اگر همی تخمه که در حدود سایزش 2 سانتی متر است رسیده، این امرای عادت سایکلیک ماهوار از بین نمیره، به مرور زمان این سایزش بزرگتر شده میره که ایره فیزیولوژیکال سیست میگن و نزد اکثر خانم ها در حدود 90% خانم ها میباشه، نرمال است، قابل تشویش نیست. ولی اگر می سیست در حدود 5 سانتی یا زیادتر از 5 سانتی متر میرسه، این مشکل ساز شده میتونه. خب بازم این سیست سمپل است، یک سیست ساده است که متشکل است مملو از مایع میباشه. خود سیست اگر بگیم یک خریطه است که مملو از مایع میباشه یا مملو از خون میباشه یا هم مملو از مواد چرکین یا پسل میباشه و بعضا خود سیست ها عرصی این مواد می داشته باشه. نوع دیگه سیست که است سیست درمان می باشه که این صرف پس چرک داره امرای مایع مقدار خون که هی هم خطرناکتر است از سیست ساده، نزد به سیست ساده یا فیزیولوژیکال سیست که نزد تمام خانم ها می باشه. و نوع سیومش به نام درماید سیست می باشه که خطرناکترین سیست می باشه و این تمام حجرات دارم می باشه، یعنی حجرات اوتودنت، حجرات دندان، استوبلاست، حجرات استخوانی، کراتین، حجرات مو و حتی حجرات ناخون می داشته باشه. اگر به اصطلاح عام بگویم، وقتی که عملیات میکنیم، سیست خارج میکنیم، دارای تمام این چیزها می باشه. سیست هم استخوان می داشته باشه، هم دندان، هم مو می داشته باشه. کی سیست کامپلیکیتد است؟ کی سیست کامپلیکیتد است؟ ای یک سیست مغلق است که کمتر نزد خانم ها می باشه. تفاوتش ما میتونیم تشخیص کنیم بر خانم، بگیم که از تو سیست فیزیولوژیک است که نزد همه خانم ها می باشه، قابل تشویش نیست، یا ای که درمایت سیست از خطرناک است، باید زودتر عملیات شود. و درمان قطعی و فقط یعنی درمان اصلی همی عملیات است و درمانهای دارویی هم وجود داره؟ خود سیمپل سیست یا فیزیولوژیکال سیست خودش سپانتینسلی یا به نفسی از بین میره، فقط است که مریض وقت میتیم میگیم ارد مابات یک مواد یا سه مواد باید پیش ما بیاد تا که اندازه سیست معلوم کنیم که آیا سیست از حد نرمال زیاد شده میره یا یکی سیست مشکل ساز است یا یکی سیست از بین رفته. اکثرا فیزیولوژیکال سیست، سیستایی که گفتیم نزد 90% خانم ها باشه و قابل تشخیص نیست، این خودش به نفسی از بین میره، ضرورت به دوا نمیشه. ولی اگه از به نفسی از بین نرفت، برای مریض دوا میتیم اورال میدیسن از طریق دهان دوام میتیم، 3 ماه الی 6 ماه باش دوام میتیم. سیمپل سیست، سیستای ساده توسط دوا از بین میره. ولی سیستای درماید که قبلا یادآوری شدیم که از چندین رقم اجرا ساخته شده، ای حتما باید عملیات شود، خصوصا وقتی که ای مشکل ساز میشه، اعراض علائم از خود نشان میده که خود اعراض علائم سیست ایرگولر سایکل میباشه، هیوی بلیدینگ یا خونریزی های شدید میباشه، فولنس آف ابدامن، خود مریض اسم میکنه که بطنش چیز هست، یعنی خود مریض اسم میکنه که چیز هست، یک گرانگی هست، یک فولنس هست. دیگه خود مریض وقتی که سیست ارقدر بزرگ شده میره، بالای دیگه اعضا، بالای دیگه ارگان ها
فشار قرار میگیره، یعنی تحت فشار خود قرار میده. چی تغییرات در ظاهر یک فرد دکتر صاحب میگه؟ مثلا اگر سیست بالای مثانه فشار میره، مریض احساس میکنه که باید به خاطر رفع حاجت بره، میره چیزی نمیباشه. این دلالت به این میکنه که خود سیست حالا خود مثانه را تحت فشار خود قرار داده. به می قسم وقتی که سیست زیاد کلانتر میشه، تکلیف های میده نزد مریض پیدا میشه، آرد برنینگ یا سوزش میده نزدش پیدا میشه. این ده حالات است که مریض امروش دکه هر روز حالایم ام میداشته باشه. لوار ابدامن پین، بطنش خصوصا قسمت های پایینی بطن بسیار زیاد درد میداشته باشه. بعضا مریض امروش دیسچارج افرازات هم میداشته باشه. که در این صورت بازی وقتی که دیگه ارگان‌ها تحت فشار قرار می‌گیره، این مشکل ساز است. هر چی زودتر بازی اینا رو عملیات میکنیم. دکتر صاحب، ما تا جایی که دیدیم و شنیدیم، یک خانم اول نرمال میباشه، هیچ مشکل نمیداشته باشه، و مرور زمان دچار همین مسئله میشه. آیا درست است این مسئله که خود خانم ها همیشه هم تو فکر میکنن که مثلا من اول هیچ مشکل نداشتم، پسان پسان دچار سیست شدم، یا وای که چطور یک فرد دچار سیست میشه؟ بله، امکان داره که افکورس کلیه از اول سیست نمیداشته باشه، بعد از یک مدت زمان سیست پیدا میکنن، یا در سر بعض همراز پیدا میکنن که دو مرض هم دیگه زیادتر سبب تشکل سیست میشه. یکی خو اندومتریوزیس است. اندومتریوزیس یک مرض است که اجراتی که باید در داخل رحم باشه، اون و اجرات خارج از رحم نشونما میکنن. دکتر صاحب، یک تماس داریم. خانم صفیه پشت خط هستن از دشت برچی تماس گرفتن. سلام به شما، صبحتان بخیر، بفرمایین. ما یک چیز امی دکتر صاحب بگم یک درستی دواخانه خود بگم و کار بریم بشه. تشکر، همکارا حتما با شما همکاری خواهد کردن در این زمینه. تشکر از تماستان. خب دکتر صاحب، ادامه صحبتایتان که چطور یک فردی دچار سیست میشه؟ گفتیم یک اندومتریوز بود که قبلا یادآور شدیم، عین اجراتی که باید داخل رحم باشه خارج از رحم نشو نما میکنه که این مشکل ساز شده، بعدا سبب تشکل سیست میشه. دیگه چیزی که سبب تشکل سیست میشه پیسی ها یا پولیسیستیک اوورین سندروم میباشه که هر تخمدان در ما یک مقدار مهین باید تخمه را افراز کنه، ولی اگر این تخمه افرازش زیادتر از 30 عدد میشه، ای پس سبب میشه که مقدار زیادتر از حد نرمال در خود تخمدان به وجود بیاید که این تخمه ها نمیتونه که خودشان سبسایت شوه یا خودشان به طور بنفسی که به طور نرمال از بین میرن نمیرن. یک مقدارش از بین میره، یک مقدارش به مرور زمان میبنه که ای باز به مرور زمان به شکل تدریجی لارج شده، سایزش کلان شده و ای مبدل به سیست میشه. دکتر صاحب، آیا عوامل بیرونی وجود داره که فردی را در معرض این مشکل بتونه قرار بده؟ یا یک خانمی که این مشکل نداره باید از کدام کارا جلوگیری کنه تا خدای نخواسته دچار این مشکل نشه؟ خب تا حالا 100% نگفته که اینی عوامل سبب سیست میشه، اما گفته شده که شاید اینی عوامل سبب تشکل سیست شود که هزو جمله تشوشات روحی است. باید یاد باشیم که تشوشات روحی نه تنها یک تماس داریم. خانم منیره پشت خط هستن، سلام به شما، صبح بخیر، بفرمایید. سلام مریم جان، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین، بفرمایید. متاسفانه تماسشان قطع شد. خب دکتر صاحب، عوامل بیرونی را اشاره میکردین. گفتم خود تشخیص نه تنها خود سیست به وجود میاد، بلکه سبب بسیار امراض دیگه هم میشه. هر چی زودتر خود از تشویشات روحی خارج کنیم، باید دیره فکر کنیم که تمام چیز ایمیجینیشن ما و افکار ما میسازه. این چیز حقیقت نیست، مشکل حقیقت نیست. اگر افکار و ایمیجینیشن خود خوب میسازیم، اما چیز محیط ما خوبتر است. هر قدر خود خوش نگاه کنیم، کمتر به امراض دچار میشیم. کسیست هم از سر تشویشات روحی امکان زیاد است که به وجود بیاد. بعضی کتاب ها ایره هم 100% نگفته که غذاها رول داره. غذاهایی که زیادتر مغنی میباشه، فات یا شهم میداشته باشه، کمتر استفاده شوه. و همچنان sedentary life یک زندگی که زیادتر فعالیت زیادتر نمیداشته باشن، ای خودش مشکل ساز میشه. خصوصا که قبلا یادآور شدیم پیسی ها سبب تشکل سیست میشه و خود پیسی ها از سبب وزن زیاد به وجود میاد. اگر وزن زیاد میباشه یا مریض زیادتر فعالیت نمیداشته باشه، سبب تشکل پیسی ها به بدن پیسی ها سبب تشکل سیست میشه. دکتر صاحب، یک باور دیگه پیش مردم هست و نمیفهم که درست است یا خیر، باز شما خود اشاره کردین که کسی که سیست میداشته باشه آیا حمل گرفته میتونه یا خیر؟
50% واقعات هستند که سبب انفرتیلیتی میشه خود سیست. ولی یک تماس داریم دکتر صاحب. خانم سارا سلام با شما، صبحتان بخیر، بفرمایید. مشنایم خانم سارا، صدای شما را بفرمایید. سلام، خوب هستین؟ صحتتان خوب؟ تشکر. سلام به دکتر صاحب، شما خوب هستین؟ بفرمایید سوال. سلام، خوب هستین؟ مشنایم، تشکر خانم سارا، بفرمایید. دکتر صاحب خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ جان ما یک مشکل داشتم، ببخشین. 35 ساله است. عادت موارم خوش شده، دیدم دکتر صاحب یک نظر اگه بتم. چی مدت میشه؟ خب متاسفانه تماس خواهر ما قطع شد. یک موضوع دیگه، وقت تماس میگیرین صدای ما را شما دوباره از تلفنتان بشنوین، از تلویزیون نشنوین، به خاطر از اینکه این تاخیر به وجود میاد، تاخیر صدا به وجود میاد و باز شما دیرتر به گپای ما جواب میتین و گپای خودتان را تا بشنوین وقت میگیره و ما مجبور میشیم تماس شما را قطع کنیم. خب دکتر صاحب، اگر یک چیز کلی برای خواهر ما بگین. خواهر ما گفتن که 35 سال هستن و عادت ماهاشون بند شده، ارتباط به بعض حوامل داره. باید میفهمیدم که چند چه وقت میشه که عادت ماهوارتان بند شده و بعض سوال های دیگه که از کدام دوا استفاده میکنین، کدام امراض تال سپری کردین، مرقه، مالاریا یا توبرکلوز، و یا ای که در کدام سن سال اولین بار عادت ماهوار شد. این سوال ها رول داره، تاریخچه مریض یا ای که عملیات شده نشده. خب اگر حال عادت ماهوارشان بند است، باید تیره ببینه که چی مدت است. اگر 6 ماه شده قابل تشویش نیست، بعدا تا 6 ماه را بعضا از اثر بعض فشارهای روحی یا بعض همراز یا گرفتن بعض دواها عادت ماهوار تا یک مدت را بند میشه، قابل تشویش نیست. ولی اگر 6 ماه زیاد میشه، باید مراجعه کنید که معاینات خون و معاینات الترساوند شوند تا که تشخیص 100%. تشکر دکتر صاحب، لطف کردین که تشریف آوردین. سلامت باشین. خب و پایان برنامه امروز رسیدیم و باید خداحافظی کنیم و ما خداحافظی میکنیم. همکارم ایمل نمیدونم کجا است،